با درود خدمت شما عزیزان در خبربین. بابک روی هستم، مجدد در خدمت شما. این سعادت امروز مجدد دست داد تا با مهمانی بسیار عزیز جناب آقای خسرو بیت‌اللهی در خدمت شما عزیزان باشیم و بتونیم برگ دیگری، یه برگ بسیار مهم رو از تاریخ با هم به قول معروف ورق بزنیم. من الان در کامنت های فیسبوک منم اومد. درود دوستانم، درود که دارین تشریف میارید. امروز یه مسئله بسیار مهم رو میخوایم بررسی کنیم و اون قیام 18 تیر، قیام شاهرخی، قیام نقاب، این اسامی رو داره. حالا از میهمان عزیزمون خواهیم پرسید که به قول معروف داستان چیست. چرا؟ چون ایشان از افسرانی بودن که از روز اول این قیام شرکت داشتن با فرماندهان، با باقی پرسنل، با باقی جانبرکفان برنامه ریزی کردن، فعالیت کردن، سازمان دادن و از کم و کیف همه چیز باخبر. یعنی ببینید، بذارید واسهتون درست توضیح بدم. ما در تاریخ ایران تخت جمشید رو داریم، آریو برزن رو داریم، شاهنامه رو داریم، چالدوران رو داریم و قیام شاهرخی رو داریم که شاید به جرأت بتوان گفت پس از اینکه امروز این برنامه رو دیدید و ما ابعاد مطلب رو باز کردیم، زمان این مطلب رو باز کردیم، به جرأت خواهید دید که قیام شاهرخی نه از هیچ کدام از اینها کم نداشته که هیچ، شاید از همه بیشتر داشته. چرا؟ در روز نیاز ایران و ایرانی تعداد زیادی از افسران، درجه داران، پرسنل، مردان و زنان، شجاع زنان ایرانی از همه چیز خودشون گذشتن بدون هیچ سوالی، فقط و فقط به خاطر ایران و ایرانی. پس اگر اجازه میدین وقت شما رو کمتر بگیرم و بریم به مهمان عزیزمون برسیم. جناب خسرو بیت‌اللهی، با درود به شما، خیلی خوش اومدین، به من شخصا افتخار دادین، قدم بر بالای چشمای من گذاشتین. ممنونم از اینکه شرکت کردید در برنامه ما. درود می‌کنم به بزرگی ایران، به تمام بلندقامتان قیام نقاب، نیروی نبرد قیام ایران بزرگ. درود به زنان و مردانی که در آن شرکت داشتن. درود به تمام ایرانیان که دل سوی قیام داشتن و درود به کسانی که امروز پای صبح ما نشستن و در نوشن در خدمت شما هستن. عرض ادب و احترام خدمت از من هست. جناب بیت‌اللهی، همیشه عزیز هستید، همیشه عزیز بودید، همیشه هم عزیز خواهید بود. واقعا افتخار دادید به من که شرکت کردید، اینجا تشریف آوردید. اول میخواستم ازتون خواهش کنم که یه مقدار از خودتون، البته همه شما رو میشناسن، خدمات شما رو همه میدونن، ولی از جهت برنامه از خودتون در زمان قیام نقاب صحبت کنید که اون موقع در چه نیروی خدمت میکردید، با چه درجه ای و کجا ایستاده بودید. من سروان خلبان خسرو بیت‌اللهی، جمعی پایگاه شاهرخی که بعداً تغییر نام پیدا کرد به نام پایگاه ویژه، در اونجا خدمت میکردم. در اوایل شورش 57 در بوشهر بودیم. گردان ما در واقع مأموریت ساخته به شاهرخی باز کرده آمدیم به شاهرخی. اون موقع من در تهران داشتم دوره سروایور می‌دیدم که دوره سروایور تمام شده بود و آخرش بود که برگشتم به پایگاه شاهرخی. در پایگاه شاهرخی پس از شورش با آمدن تیمسار محمود صباحت به فرماندهی پایگاه،
تقسیم شغل کردن، چون در واقع شیرازه ارتش تا اندازه بسیار زیادی از آن گسسته بود، ولی به جرات میتونم بگم پایگاه شارخی یک پایگاه سراپا بی همتا در کل پایگاه های ایران باقی مونده بود. دلیلش هم شاید به دلیل دوری از مرکز شهرها و شهرستان ها بود، برخلاف تهران، برخلاف تبریز، برخلاف بوشهر و جاهای دیگر جوان در باز، این پایگاه در دور 60 کیلومتری همدان سراغ قرار داشت و تندازه ای تنها مونده بود و خب دست نخورده اینطور میشنم بکنم. نتشدن با ماموریت های بزرگی که این پایگاه داشت که دارای سه گردان شکاری بود که ماموریت هاش بیشتر ماموریت عراق بودن، در شمال عراق تا جنوب عراق این ماموریت ها رو داشت. بله، اون وقت پایگاه شاروخی هواپیماهاش اگر من اشتباه نکنم F4 بود دیگه. بله، همه F4 2E بود و خب ما هم تنها پایگاهی گفتم بودیم که سرقا بودیم. حدود 44 تا 60 فروند هواپیمای F4 رو آماده خدمت داشتیم. در اون موقع که گفتم برای شیرازه از کارها از هم نخوشه، تیمسار سواد علاوه بر شغلی که داشت که پروازی بود، شغلهای دیگری هم به ما دادن که در خدمت کنیم در اونجا. من فرمانده قرارگاه شدم که حدود 5000 تا سرباز آموزشی داشتیم اونجا، از سرخونه پایگاه دست من بود. بعد سروان محمد بهروزفر، شادروان محمد بهروزفر و هم افسر بانقامات نقاب فرمانده موتوری شده بود. دوستان دیگری فرمانده دژمان شده بودن، تقسیم کار کردن که پایگاه رو در واقع سرها و دست نخورده تونجا که ممکنه نگردن، که این موقعیت شغلی موقعیت بسیار بسیار خوبی بود که بتوانیم در بزنگاه داروف استفاده کنیم. خب حالا من وارد جریانات بعدی خواهم شد که شکلگیری نقاب از کجا شد و به چه صورت و قبلش اتفاقات بود که داشت مفتاد، اینها رو من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. ما امروز خدمت شما عرض کردم، خدمت بینندگان هم عرض کنم، ما امروز مهمان دیگری هم داریم، مهمان دیگری از تاریخ ایران، شادروان تیمسار آیت محققی. من کاری که کردم این بوده که بخشی، البته یه مقدار بسیار کمی رو از فیلم های داد بیدادگاه های افسران قیام شاهرخی رو رژیم جمهوری اسلامی خیلی هدفمند انتشار داد و هدفم این بود که تخریب کنه این افراد رو. اما همانقدر که آنها رذالت میکنن، ما باید این هنر رو داشته باشیم که بیایم و از اون رذالت اونها بتونیم بهره برداری کنیم و حقیقت رو نشون بدیم. پس نهایتاً کاری که من کردم دوستان عزیز این بود که آمدم این فیلم ها رو نشستم ساعت‌ها بازبین کردم، ساعت‌ها این فیلم ها رو بازبین کردم و بخش‌هایش رو کوتاه کوتاه برداشتم که امروز در خدمت جناب بیت اللهی و شما عزیزانم با هم ببینیم و در مورد صحبت کنیم. این رو که الان میگذارم جناب بیت اللهی در مورد شبکه سازمان هست، اگر یه لحظه این وقت هر نفری از ما فکر میکنم اگر غیر از این بخواد بگه یه خوده یا من زیاد کم میخواد بگه، بیشتر از 3 یا 4 نفر رو نمیشناختیم و این 4 نفر، هر نفری از این 4 نفر در حدود 4 نفر دیگر میشناختیم و هر نفر شاید از این 4 نفر دومی ها 3 یا 4 نفر دیگر میشناختن و این فقط به این علت بود که اگر یه نفر گیر افتاد اشخاصی یا مسئله مسئله پیدا نکنه که همه گیر بشه و همه بفهمند. بله، اجازه، من این فیلم رو داشتم پخش میکردم جناب بیت اللهی، فیلم رو داشتم پخش میکردم، صحبت تیمسار محققی هست که میگن گروه های ما 4 نفره بود و هر یک نفر 3 نفر دیگر رو میشناخت. این رو در بیدادگاه دارم بیان میکنم. از شما میخوام خواهش کنم این مطلب رو حالا به قول معروف به طور کامل توضیح بدید که ما یه مقدار متوجه بشیم که ساختار
حرکت این قیام به چه صورت بود؟ البته درود به شرف تیمسار آیت مرغی که همیشه فرمانده بزرگوار من بودن و حتی در قیام نقاب هم مسئولیت عملیات در واقع نیروی هوایی رو به عهده داشتن و یکی از مسائلی که شاید تا حالا گفته نشده خدمتتون بگم این بود که پس از اینکه ایشون از زندان آزاد شدند، چون در جریان شورششون دستگیر شدن به زندان رفتن، بسیار رفتار بشه این مهار دیگه سفید شده واقعا در عرض مدت بود که در زندان بودن و بعد رفتاری هایی که بهشون شده بود بر صورت. من یادمه که شب عروسی دخترشون بود که من با اتفاق همون دیروتی رفت خدمت ایشون و اولی که بازدید کنیم از اینکه ایشون از زندان تشریف آوردن که گفته این سر سلامتی بدید، چون فرمانده بسیار بسیار عزیز ما بودن و ما هم بهش اتحار میکردیم. بعد جلیان رو بهشون گفتیم جلیان این قیام رو گمه هستم هلا آگرم باید باید کنیم دو روز بود از زندان آزاد شدیم گمه هستم و تمام قوا درش هست. از اونجا که دیگه دعوت شدم به جلسات مختلفی مستقی در تهران داشتیم، گفتم من در شارخی بودم و در نتیجه مجبور بودم هر از گاهی که این گاهی که نمیتونستم همسه به تهران برم، دلیلش هم این که باید بود باشم بعض مواقع بعض مواقع نه، ولی برای که رفتار درست رو انجام بدیم دوستان دیگر رو در واقع گسیل داشتیم که به تنابه مثل شادروان اسخر سلیمانی، شادروان مدلی بولی رو در جلسات مختلف هم شکست کنید که بسیم این کار رو میکردیم. من یادم به جلسه ای که تیمسار دعوت کرده بودیم که برنامه افتخار حضور داشتم اونجا در تهران در جلسه ای که بود، ایشون به پرچم بود، پرچم شیر خورشید اینا رو که روی میز بود یا توی تاقچه بود یا هر چیزی بود در اون جا بعدش بودش بسید گفت بیان سوگند بخوریم به پرچم که تا آخرش محمد هیچی دیم با هر کسیم که این دنیا تزلزلی درش هست یا مشکلی داره همین الان ترک کنه، اصلا ما همدیگر رو ندیدیم و صحبت نمید. سوگند ما از اونجا شروع شد بعد جریانی که خدمت شما عرض می‌کنم بوده شاید یک ماه چهل پنج روز قبل از حرکت بود، ولی قبل از اون شش ماه قبلش من پیوسته بودم به نقاب و خب دوستان دیگری بودن که مثل حمید نعمتی، شادروان، اون از دور نه ماه درسته مقدس این که من بگیرم نه ماه مقدس عملیات در مورد نقاب پیوسته بود. بله ببخشید من میشه خواهش کنم، دوستان میگن یه مقدار صدا ضعیفه، اگر یه مقداری شما بتونید به قول معروف حالا یه صدای دستگاه رو بلند کنید، اگر امکانش هست بلندتر صحبت کنید که من ممنونتون میشم، من رو میبخشید. صحبتی کردید بسیار زیبا، فرمودید که جناب محققی از زندان آزاد شدن، شما رفتید دیدار ایشان، هنوز تازه به قول معروف از زندان آمدن بیرون و شما که رفتید دیدار ایشان به ایشان در مورد قیام گفتید، ایشان هم همانجا قبول کردن و سوگندی که خوردن و از شما خواستن این سوگند رو بخورید به پرچم شیر و خورشید ایران بوده. این شاید یکی از زیباترین حماسه های ایران باشه، یعنی یک افسر ارشد ارتش میاد به هیچ چیز دیگر سوگند نمیخوره بجز به پرچم شیر و خورشید. واقعا میگم بله نه هیچ وقت هم نشکستید، میگم واقعا یه چیزی که اینو من از نظر اطلاع میگم، چیزی که جمهوری صداتون بهتره بله، چیزی که جمهوری اسلامی رو یه مقدار زیادی آزار کرد جناب آیت الله این بود که از این تعداد افرادی که دستگیر کرد شاید بیش از 3-4 نفر رو نتونست بشکنه، زیر شدیدترین شکنجه ها، وحشیانه ترین شکنجه ها واقعا نتونستن. یعنی اگر
به قول خود شما، حالا ازتون خواهش میکنم دوباره توضیح بدید، بیشتر توضیح بدید، ولی اگر این افراد صحبت کرده بودن چند هزار نفر دیگه قرار بود گیر بره؟ قیام نقاب رو میشه خواهش کنم توضیح بدید؟ چون ما به عنوان حالا کسانی که مستقیم دخیل نبودیم همیشه فکر میکنیم قیام نقاب 300 نفر خلبان بودن، افسر نوحت بودن، درجدار بودن، اینها آمدن یک کاری کردن، ولی خیلی ابعادش از این بزرگتره. میشه خواهش کنم این مقدار این مسئله توضیح بدید؟ بله، ما دخول قدم به قدم داشتیم میرفتیم این مسئله رو که خیلی هر اتفاق 3 نفر بیشتر نمیشناسه. این در جمع کلیه یعنی شورای مرکزی نبود، این در بیرون بود، خط در واقع گسترش افراد و یارگیری ها به این صورت بود. مثلا بخوام بگم سرون مویری مسئول این بود که با در واقع نیرویی که هواپیما رو آماده میکنه متخصصین هواپیما در تماس باشه، دیگری متخصص این بود که مخصوص با افسرانی که در جایران یا افسرانی که موشک‌های مختلف یا بمب‌های مختلف رو یا هوا سوار می‌کنن در روز، اینا هر کدوم اتهام خوب بود 2300 نفر در تماس بودن. اون خط داخل اونها بود که یک نفر سه نفر دیگر بیشتر نمی‌شد. در نتیجه ما البته منم چون عضو شورای مرکزی بودم دلیل نداشت که بتونم این 500 نفری که پای بوبر باشون در تماس هستن هستم. برام کافی بود که این گزارش بیومد که اینها این آمادگی رو دارن یا دیگری این آمادگی، واحدا به این صورت عمل می‌کردن. فرق نمی‌کرد این واحد ممکن بود در نیروی هوایی باشه، این واحد ممکن بود در هواپیما باشه، این واحد ممکن بود در لشکر زرهی باشه، این واحد در هر کجا که بود و آمادگی کامل منسجم اینجا شده بود برای این جریان گسترده، بسیار گسترده. یک بخشی این در واقع نیروهای نظامی بودن جناب هروی، یک بخش بزرگش نیروهای شبه نظامی بودن مثل کردها، مثل بلوچ‌ها، مثل بختیاری‌ها. اینها همه عاملانی بودند که چون ارتش در همه جا گسترش داشت بتوانند در زمان مختلفی که حرکت انجام میشد به وسیله یعنی کمک ارتش باشند در واقع امنیت منطقه خودشون. این مسئله بسیار بزرگی بود. هرچی من جلوتر دارم میگم گستردگی این حرکت رو بیشتر میبینم که چه هماهنگی هایی صورت گرفته بود ظرف این 14 ماه پس از پیروزی شروعش مسئله بود. نکشتن این مسئله بسیار بسیار بزرگیه. اون چی که لو رفته، اون چی که اتفاق افتاده، قطره‌ای به نظر من از یک دریاست که در شرکت داشتن. خیلی هستن روزه زنده هستن، خیلی هم ممکن به مرگ طبیعی مرده باشن، ولی برای اون چی مسلمه اونهایی که در واسه صدای من نمیشنون تا اندازه میشنن به خودشون ببالن که دارون اون را رفتن. خیلی هم از بابت خوشحالم که ما پس از اون دیگه در واقع آسیبی به افراد نرسید یا خانواده بیشتری بخوان درگیر باشن، ولی اونهایی که در واقع روش اولیه بودن کسان بودن که در حرکت اولیه جرقه اولیه عملیات شکل داشتن، اون دیگه بخش پیشتازش بود، بخش جلودارش بود. بله. تا بقیه پیوسته به این میشدن یک یعنی حالت دامینو داشته به شما یکی که به شما دارید دیگری هم باش میاد. حرکت به این صورت بعد میگم بخش پراکنده‌ای داره از نظر مسئله امنیت کشور، مسئله در واقع اینکه 48 ساعت در تمام خطوط پروازی زمینی دریایی همه چی مرزها بسته میشد تا ما بتوانیم در واقع پاکسازی خودمون رو انجام بدیم و خب تعدادی خوب بودن که همون شب گرفتار می آمدن و در آشیانه بود در درشون درست کرده بود بیانیم وجود داشت آشیانه سیاه در پایگاه شارخه بود که در اونجا می بودن تا بعدن دادگاه هاشون بخواد شروع بشه و نستا پس از این حرکت. برحال بگم خیلی گسترد من دوست دارم جاهایی برم که شما سوال بفرمایید در همون حیطه باش کار بکنیم و در خدمتتون هست. خواهش من افتخار منه. خواهش من همینی که داریم. ببینید هر چیزی رو که من هم به قول من چون اطلاع من هیچ وقت بنز اطلاع شما نخواهد بود، شما از متن و رأس هرم هستید و هر جا رو دیدید من چیزی رو نمیدانم چون من هم خیلی چیزها رو نمیدانم و خودتون تمایل داشتید حتما افتخار بدید اضافه کنید
این به قول معروف گنجی است که ما امروز داریم به گنجینه قیام شاهرخی، قیام نقاب اضافه میکنیم، چون این روایت ها اگر نماند اون وقته که فراموش میشه. ببینید شما در مورد کردها، بختیاری ها، قشقایی ها و دیگر ایرانیان صحبت کردید، این بخش شاید تا امروز کمتر شنیده شده باشه. این رو میخوام یه ذره اگه ممکنه بیشتر در موردش صحبت کنیم. ببینید در واقع کسی که نقشه و طرح این قیام برید سرهنگ باقر بنی نامی بود. بلاخره ایشون پس از افسری بود که خب رقیب بازنشسته شده بود و آزاد بود که هر جا میخواد حرکت کنه. نتیجتا ایشون اون موقع مد شده بود جناب ولی که همه اوهل کت رو میپوشیدن، مثلا این چپ ها کمونیست ها یا اسلامیون، یه ریشی هم میذاشتن دور چیزا و اینا، خودشون رو چیگوارا و همچی چیزا میدیدن در اون قالب. ایشون هم اومد همین کار کرد که اوهل کت کردن شوریشی گذاشته با یه بانیزبار تمام ایران رو رفت. سنگ بنی آمری افسر بازنشسته ژاندارمری بود، در این محیط ها خدمت کرده بود، در کردستان در رده بسیار بود، افسری که 4 سال ارشدیت گرفت در نیروی زمینی، واقعا تبحر ایشون رو خدمتتون میگم، و رفتار بسیار بسیار خوبی با اقوام داشت، چه در بلوچستان چه در بختیاری، چه بختیاری که گفت آقای خود بختیار بختیاری بودن و کسانی بودن که در بختیاری در واقع بهشون پیوسته بودن و بعد به من با آقای بنیامینی مرگ کردن، که این طرح در واقع کامل شد نسبت به این جریان. در نتیجه بر اساس روابطی که جناب سرهنگ بنیامینی روشنشاد میشه در اثر سازمان حدود تقریباً 2 سال پیش در لندن جام سپرده، در حال زحمت بسیار زیادی کشیدیشون، میشون همه رو جمع کردن به گوشهای مختلف، هر چی دیدن نظامی آشنایی و واقعا 14 ماه روی این کار کرد. نتیجتا از این جهت بسیار لازم بود که قبایل در واقع اقوام ایرانی که بخش بزرگی از جامعه ایران هستن و همه هم از دیرباز در ایران بودن، از شادمن و دیگران هم ایرانی تر باشن، برخلاف بعضی ها که سوء استفاده میکنم بکنم از این نام ها، نتیجتا این مسئله رو بسیار بسیار حرکت ملی جلو میداد و اینکه نیروی در شبه نظامی، نیروی سیویل بیاد در شرکت بکنه، این با کودتا کاملا مقایرت داره. کودتا هیچ وقت چنین کاری رو نمیکنه. کودتا یک حرکت ضربتی بسیار سریع از دل جریان کوچک که میاد همه رو قبضه میکنه. نام کودتا رو جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و کسانی که در واقع دست در کار این جریان بودن و همچنین رشحی بر این نهادن که در واقع این رو غیر ملی اعلام بکنن. بعد آن رو تعمیم دادن به پایگاهی مثل پایگاه موژه یا پایگاه شاهرخی قدیمی که باز اون رو کوچک میکنن، که یک حرکتی از یک پایگاه شده شده و بقیه مثلا ایران در دست ماست و از این بسید. در نتیجه نه، این یک قیام به طور کلی، قیام نبرد، قیام ایران بزرگ و نقاب که شهر بر میفروخت و بعد میانداخت و نشون داده میشد که کیا هستن و چگونه درش کار کرد. امروز میگم هرچند ناکام ماند، ولی امروز ما داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم یا جریانی صحبت میکنیم که در بدترین شرایط ایران و در سخت ترین موقعیت که شاید خمینی اون روز 70-80% نیروی پشت سرش داشت، ما بر علیه یک نیروی را برابر قیام کردیم خاطر ما میکسیم و روندی که در واقع اینها در پیش گرفته بودن نسبت به تمام شیرازه ما میکس رو داشتن داغون میکردیم، همینطور که دیدیم بعد از 40 سال به کجا رسید. جنگ ایران عراق بزرگترین بدبختی بود برای ایران که 8 سال طول کشید، جنگی که اگر با شمشیر هم رفته بودن کمتر طول میشید تا با سلاحهای امروزی. این نابخردی هایی بود که در واقع جمهوری اسلامی معلوم بود انجام میده، چون دلسوزی ایران نداشته، امروز هم ایشون نداره و این در واقع حکومت ملی و مردم نیست و نخواهد بود و جز ایران رو بالاخره آموزن کاری بیادم که اون روز هم این رو تشخیص داده بودیم، ولی نه تا این ابعاد به این گستردگی امروز، ولی همون روز هم کافی بود که
هر ایرانی به خودش بیاد که سزاوار این نیست که بخواد چنین حکومتی بر سرش حب فرمی بکنه. نصیتا مثل ایاران، مثل دیگران که از تاریخ وجود داشتن، ما هم بر اثر ظلم، بر اثر استبداد بناشتن و از خواستن مملکتشون با ملتشون بجاد. بله. اگه اجازه میدید باز یه فیلم یک دقیقه و خورده‌ای بگذارم مال جناب آیت محققی رو. ایشان در این فیلم از همین که صحبت کردین صحبت کردن، مسئله حمایت مردم هست. میخوام فقط بینندگان ما ببینن چگونه این تفکر یگانه بود و اگر غیر از این بود خب مسلماً این همه ایرانی یک صدا درش شرکت نمی کردم. با عزتون من این رو بگذارم الان برمیگم خدمتتون. عرض کردم که به ما تفهیم شده بود، گفته بودن که در دو ساعت اول ممکنه که حد اکثر 20% ارتش و یا مردم از ما حمایت کنن. بعد از دو ساعت اول تا ظهرش حد اقل اولی رو از کردم حد اکثر 20%، اینو گفته بودن، تفهیم کرده بودن حد اقل 40% از مردم و ارتش از ما حمایت خواهد کرد و تا غروب این ریت میرسه به 80% و از فردا صبحش 100% مردم، ارتش، همه کس از ما حمایت خواهد کرد. بله، شادروان محققی میگن که در 24 ساعت اول قرار بوده چقدر از نظر استیمیت های شما، بررسی های شما حمایت کنن، در فرض کنید 48 ساعت اول و به چه صورت. این به قول معروف بررسی رو کی کرده بود؟ به چه صورت بود؟ شما چگونه میدیدید؟ این خب بررسی احتمالی روی طرح همیشه باید وجود داشته باشه. ما تا اونجا که در واقع صحبت شده بود که گرایش هایی که نیروهای مختلف مثل لشکر 77 زرهی مشهد، لشکر 92 زرهی اهواز، تیپ 55 هواپیمای شیراز، تیپ زرهی خاش و امثال هم به ما پیوسته بودند. خب ما یک چیزی میخواستیم که ساعت 12 روز 18 تیر همه ارتش ما ببینند و اعلام وجودیتشون بکنه که در پشتیبانی از این جریان. این چیزی طبیعی بود که روی کاغذ خوب مسلمان روی تحمیم همیشه احتمالات وجود داره که در برابر اون احتمالات هم باید پیشگیری کرد. در نسی یه روی فرض میکنیم اگر دران لشکر چنین کاری رو نکرد خب چیگار باز کرد؟ این روش داره که با اون برخورد بشه، چگونه برخورد بشه ما پیش رو برحال میگم ابعادی که وجود داره کاملا سوشار درست فهم بودن همین هست. روی چرک همه احتمالات وجود داره و به صورت الگوریتم به اینا در واقع نگاه کرده میشه و ازشون در واقع یک فرایندی به وجود میاره که آدم ترشتون پیش ببره. من فکر کردم که یعنی ما خوشبینانه شاید بیشتر به ما مثلا بیش از این که فکر میکردم اون چیزی که ما در نظر گرفتیم کمترین درجه احتمال. دقیقا، یعنی شما حد اقل به قول معروف معمولا در اینجور عمل کارها حد اقل ممکن رو اول میگیرن و بر اساس اون ساختار رو قرار میدن و این هم به این صورت بوده. ممنونم ازتون. یه فیلم دیگری اینجا دارم جناب بیت اللهی، این در مورد رژیم آمد و به ما هم خیلی جالب گفتیم و درست که اومد تخریب کرد. اولا قیام رو تبدیل به کودتا کرد چون کودتا همیشه بار منفی داره، شاهروخی رو تبدیل به نوژه کرد و کلن سعی کرد این رو از خط خارج کنه. در کنارش آمد در جامعه گفت که این افسرها میخواستن تهران رو بمباران کنه. صحبتی که جناب محققی میکنن به این صورت است. یه فیلم باز کوتاه میذارم تا برگریم سر اون، نظر شما رو بدونم. بمباران برای جایی نبود، بمباران فقط برای اونطوری که در کیفر پاس بود برای مردم عادی نبود، بمباران بود برای به طور طبیعی خب مناطقی که هست در تهران بزر بمباران نبود اونطوری که برس تونستون بود برای کارگاه شاروخی گرفته بشه. من به سه روزهای عادی که میرم سر کارم بیام برم در پاس برداره اینجا و
به صورت هدف از قبل داشتیم ماموریت های کوچیکی داشتیم از قبل اونها رو انجام بدید و بعد از طریق پست فرماندهی اون ماموریت های دیگری که برخلاف یک نیت انسان و ایرانی نباشه به ما داده بشه ما انجام میدیم، نه بمباران تهران. همچین چیزی رو هیچ کدوم اینا نخواهم کرد، من نمی کنم، غیر ممکنه بکنم. بارها گفتم ملت ایران بستگی داره که شما بخواید چطوری تو ترسیم بکنید، تجسم بکنید. ملت ایران برای من مادرمه، خواهرمه، رفیقمه، اقوامه، فرق نمی کنه. ولی اگر قرار بشه که یک دونه هواپیمای F-14 با موشک فنیکسش بیاد بخواد منو بزنه، منم سعی میکنم منو بزنه. بله، این صحبتی بود که ایشان در بیدادگاه کرده بودن. شما میخوام اگه محبت کنید خواهش کنم این رو یه مقدار باز کنید. این تبلیغ جمهوری اسلامی این بوده که شما میخواستید تهران رو بمباران کنید، داستان چی بوده؟ ببینید به هیچ وقت شما در موقع که حرکت مخواهد بکنید که مملکتی رو آزاد بکنید، مردم اون مملکت رو در واقع برهانی، چجور میخواهید اون مردم رو بکشید؟ شما میخواهید قیام کنید که آزادی باشه، مردم خانواده خود رو سر هست. به هیچ وجه، به هیچ وجه بمباران تهران و مردم در طرح ما نبوده، هیچ وقت نبوده. مراکزی بودن که در تهران مراکز بسیار حساسی بودن، اون موقع کمیته ها قدرت بیشتری داشتن، تازه صحبت از سپاه پاسداران بود، سپاه پاسداران شکل نگرفته بود، بخش آموزش داشت درست میشد که بخش اون در پادمان اشرت آباد بود، بخشش در جنوب کاخ نیاوران بود که اینها مرکز در واقع تربیت بود. منظریه بود که پایگاه سوری ها و فلسطین ها بود که اونها آموزش چیریشی می دادن به سپاه پاسداران یا در واقع کمیتات و بعد ادغام شدن در همه. مجلس شورای ملی بود که مخابرات کل کمیته ها بود، خب در نتیجه اونها از بین می رفتن. این هدفهای ما اینها بودن، ما هدف مردمی نداشتیم. منزل خود خمینی بود که در چماران بود، اینها هدف بود، هدفهای دیگر ما نداشتیم. به هر حال هدف مردمی نداشتیم، پرواز می کردیم جاهایی که شورش بود، فران اله بله، ما یه سوپرسونیک می رفتیم بس بود که مردم در واقع برن تو خونه پایه میشن برون نیان، نه بمب بود نه چیزی، نه نیازی به در واقع بمباران مردم دیگه شد نمون. مردم نیروی بودن که ما بهشون نه تنها نیاز داشتیم بلکه از خواهی بکنیم خواهیم آزاد کنیم رو دیگر میخواهیم براهانیم هم دیگر از زیر یوغ استانبول. در حال این تلاش رو که ما داشتیم به هیچ وجه بمباران تهران یا مردم که بعضی ها میگن مثلت کارپت بامبینگ رو ما به 52 نیستان نداشتیم کارپت بامبینگ بخواهم بکنیم. ما در ویتنام و ویتکونگ اینسی نبودیم که برحال در کشور خودمون بودیم و برادر و هر ایرانی هم ارزش شهروندی و انسانی خودش رو داشت. نخیر این شایعاتی است که جمهوری اسلامی دامن زده به تا تیمسر محمدی شادمان به درستی این مسئله رو بود. بله اینو میگم، خیلی اینا سعی کردن جناب بیت‌اللهی سالها به عنوان یه مسئله پروپاگاندا ازش استفاده کنن، واسه اینکه مردمی ترین اصیل ترین قیام ایرانی رو پس از قیام سربداران، پس از قیام بابک خرمدین، این رو بیان و در زیر به قول معروف یک توده‌ای از مزخرفات خودشون قرار بدن. سوالاتی رو هم که من ازتون میکنم، فقط این قصد من بر این هست که تودهنی باشه، شاید بعد از 35 سال به این دروغ ها و ما این رو پخش کنیم تا ملت ما، جوانان ما امروز بفهمن که قصد چه بود. یه سوال دیگری دارم ازتون. جا به جا در صحبت های تیمسار محققی، سروان جهانگیری، یه تعدادی از افسران دیگه، یه اسم تکرار میشه، به نام ناصر رکنی. ناصر رکنی که بود، چون یعنی اون گونه که من خودم نگاه کردم به این صورت بوده که من میبینم از ثانیه اولی که ایشان دهانش رو باز کرده فقط همکاری کرد،
و چیزهایی رو گفته که شاید نباید میگفت. البته من رو هم ببرن زیر موشکنجه شاید بدتر صحبت کنم، این رو هم نمیگم، ولی میخوام نظر شما رو بدونم که نقش ناصر رکنی چه بود و در آخر موقعی که دستگیری انجام شد به چه صورت عمل کرد. سفن یکم، ناصر رکنی افسر فنی نیروی هوایی بود که در تهران خدمت میکرد. خب بختیاری بود، بختیار هسته، از در واقع خویشاوندان خود دکتر شاپور بختیار هم بود. بسیار فعال بود، بسیار زحمت کشید و واقعا جانانه زحمت کشید. حتی مادر ایشون رو هم اعدام کرد. من اونجا هم که نوار مادر ایشون رو هم به دست بیارید، گفتار مادر ایشون در دادگاه بودند چی بود؟ یک شیرزن سامن. کاملا درست داره بگید ناصر رو که آخرین نفری بود که اعدام کرد، اونم دخلت کرده میشه جز نفرات اولی گرفتن شده تا اون موقع نگرش داشته بود. ناصر رو که رو اگر شکستن من نمیدونم، من شاید طاقت یک سیلی هم نداشته باشم، نمیدونم تا حالا درگیر نشدم، شاید با یه سیلی من هم همون چی میگفتم، ولی دقیق بر خیانت من نیست. ناصر رو خیلی چیزها رو میدونست که در مورد صحبت نکرد، خیلی خیلی مسائل رو میدونست. بسیار فعال بود، حتی یک بار پیش شارخه اومد با سرگرد شادرمان سرگرد آزرتاش کروسانزرتاش که من ایشون رو سوار جیپ کردم به دور شلترها بودم، چون مسئول گرفتن اهداف در شارخی سرگرد آزرتاش بود و سرگرد قاجار از تسکون بود. اینها مسائل بسیار عمده بودن. من ناصر رکنی واقعا روان شاد باشه، تمام خانوادش درگیر شده، مادرش ادام شد در بیداد گرده پیرزن و واقعا من جلوش ترزیم بکنم به خاطر کارهایی که کرد و کارهایی رو که انجام داد. این خیلی چیزا پنهان هست، جنوب هلالی خیلی چیزا نگفته است. واقعا جمهوری اسلامی همه چی در دست داشته، تلویزیون در دست داشته، وزارت اطلاعات در دست داشته، پول در دست داشته، ملت رو در دست داشته، اوباش رو در کنار خودش داشته که هر کار دلش میخواد بکنه، هر ضربه ای رو که میخواد به این قیام بزنه، باور کنه با تمام اینها اونجوری که فکر کنه موفق نشد. نه اصلا ابدا. اولا چقدر خوشحالم که هستید، چقدر خوشحالم که در مورد جناب رکنی از شما سوال کرد و چقدر خوشحالم که میتونیم واقعا رو این مسائل یه نوری دوباره رو بتابانیم، چون خیلی مسئله است. یعنی اومدن تمام قهرمانای ما رو برداشتن، دارن تخریب میکنن هر کدوم رو به یه نوعی. اجازه بدید من بینندگان عزیزمون خواهش میکنم دوستان این ویدیو رو، این لایو رو شیر کنید. معمولا خیلی نمیخوام، ولی این رو تمنا میکنم شیر کنید. مسئله برای حداقل منی که اینجا نشستم شخصی، مسئله فقط کار خبری و لایو و اینها نیست. برگردیم به صحبتمون. یه نام دیگری هست که تکرار میشه، باز به وسیله جمهوری اسلامی شده لقلقه دهان، به نام سروان نعمتی. در مورد ایشون هم بسیار رژیم سعی کرده به خصوص از طریق افسران آزاده جنگ عراق، ایران عراق، یه سری دروغ ها رو، حالا یا نمیدونم چی، من نظر شما رو میخوام. جام سروان نعمتی که بودند، چه کردند و چه اتفاقی افتاد؟ سروان نعمتی، حمید نعمتی در تهران بود و اولین کسی که در واقع آمد در اون مورد رو من صحبت کرد که در پایگاه شارخی مرنا بودم، چون نفر اولین که از پایگاه شارخی آمد صحبت کرد سروان نعمتی بود که به همراه یکی از دوستان شما بود که امروز هم ایشون زنده است، بهتر که اسمتنی هم که بود و اینا دو روز در منزل من بودم و همونی صحبت کرد. سروان نعمتی خیلی تو این جریان زحمت کشید که توانست بخشی از نیروی هوایی رو آماده کنه و این رو در واقع به خدمت نقاب در بیاره، قابل عمومی تماس بگیرن و از این طریق بخوان در واقع یک حرکت کلی تری نیروی هوایی رو وارد این جریان بکنن. وقتی که نیروی هوایی وارد این جریان شد، سریع به در واقع پیروزی بیشتر شد، به دلیلی که حرکت اصلی نیروی هوایی انجام میداد، حرکت برمیگانه 60 در 60 پای درصد
هر کس هم روی دست نگه باید. بعد از اون از ساعت 12 به بعد خدمت رو عرض کردم حرکت نظامی و قبل نظامی رو در مورد نظر همین نمتی توی این راستا بسیار بسیار زحمت بشید. فراری که کرد در واقع به عراق فرار کرد، این قانون جنگ نشد که به عراق فرار کرد، بعد از اون جنگ شد. و خب شما فرض کنید یک جا اسیر هستید، از شما میخوان که مثلا هواپیماهای نیروی خودت رو هدایت کنید. اون که میدونه خلبان برقی گوش نمی کنه ولی برای فکر اینا میدونه. البته من همین رو در ترکیه که دیدم، در پاریس، در جای دیگه دیدم، سرزنشش کردم که نباید چنین کاری رو میکرد. من میدونستم که هیچ پیاز خلبان رو قبول خلبان های چنین کاری رو نمیکنه. بعد میخواستم بگم به جمهوری اسلامی، روی جمهوری اسلامی رو از نظر اینا خراب کنم. بعد به هر حال نظر من کار درستم، ولی همین نعمتی رو بعدها بسیار دنبالش میدونستم باشه. همین نعمتی رو در قبرس دزدیدن و به ایران بردن و پس از شکنجه بسیار اعدام شد. شاید هم زیر شکنجه مرده باشه، ولی به هر حال انسانی بسیار حاذق بود. من تمام طوری که همین نعمتی رو میشناختم همیشه دو تا قرص توی سر آستیناش داشت، قرص سیاهی یکی در سن راسی که درستی میشه که اگر گرفتار شد یکی از این قرصا رو بخور. هیچ موقع هیچ چی رو یاد داشته میکرد در مورد آدرس شورته بود، همه رو حفظ کرده بود. خامیم تو اینقدر رو مسائلش دقیق بود که در جمعستان جناب داره پس از این جریان دنبال ما بود. سطح سر طرح ترور، طرح فلان، طرح دزدیدن، روش های مختلفی رو بکنه. خب در مورد بعضی ها نتیجه داد، در بعضی ها نتیجه نداد. این مسئله بسیار اساسی بود. به حال اینها میگم روزگاری باشه که بشه قشنگ ترسیم کرد تمام زوایای این مسائل رو و از شبهه در آورد که در واقع اینها هیچ کدام به نه قیام پشت کردن، نه قیام رو به دردسر انداختن. همه واقعا تا جان شیرین و خودشون رو در واقع فدای این حرکت کردن. بله امید امتی ناصر بکنم و دیگران هم یکی از اون هست. نه درود برای شما، واقعا ممنونم ازتون که میگم به این صورت پاسخ ها رو میگید، ما روشن میکنید، چون مسئله امروز بیشتر و بهتر دانستنه، چیز دیگری نیست. یه باز از این فیلم های کوتاه میخوام بذارم در مورد همون چیزی که شما فرمودید در تکمیل حرفای خودتونه که تیمسار محققی فرمودن، اینو میگذاریم یه فیلم بسیار کوتاه میاز باز برمیگم خدمتتون. ممنونم. میگم ما نمیخوایم با اون بردو سر مردم بنزیم. اگر قرار شدش که 10 نفر شدن، این 10 نفر 11 نفر بشه، 10 نفر 11 نفر بشه، شما نمیتونید جلوش بگیرید. تا 11 نفر نشده باید جلوش بگیرید که از کوچه ها نریزن تو خیابونا. تا اون 10 نفر که بخواد بیاد تو خیابون، من باید چیکار بکنم؟ میگم سوپرسونیک باید رد شه. سوپرسونیک چی بود؟ شکستن دیوار صوتی در می تهران. تولید سرسلا بکنه و چند تا درای پس بریم. درای پس هم یعنی اینکه پس هایی بدون استفاده از مهمات سریع میمدیم با سرعت مثلا 400 نات، 500 نات یا بالاتر. خب با ارتفاع خیلی پایین از روی خیابونه ها ای که توش ترددی هست رد شده. من فکر میکنم اگه خودم هم باشم با اینکه خلبانم و 28 سال پرواز کردم یه هواپیمایی رو با اون سرعت ببینم از رو سرم رد میشه، فوری میتونم یه جای قایم میشم. هرچی بگیتم هر کسی که میکاره بودم. بله آفتاب آمد دلیل آفتاب، اینو گذاشتم که فقط ببینید که چگونه واقعا تفکر سخنان. اینو فقط برای چون شما دقیقا همینا رو فرمودین. عرض خدمتتون که در مورد رژیم اسلامی، در مورد اگر اشتباه نکنم تیمسار پالیزبان صحبت میکنه، ایشان هم در قیام بودن یا نه؟ اگر بودن چه نقشی داشتن، به چه صورت بود؟ خدمتون عرض کردم البته ایشون بازنشسته شده بودن، ایشون شاد باشه تیمسار پالیزبان در کالیفرنیا فوت کردن. ایشون رئیس رتبه ارتش ایران
در نتیجه و ریلیس دید آلیزمان به تطورت پادشاهیست در کردستان. نجتن ایشون تمام میده خودشی در اختیار این کار بیشتر ایشون باست شده بودیم به و خب دید پالیزمان تایفه پالیزمان هم در این جریان هم که گفتم کردها به پیشی پیشی هستن رستگاری هستن دیگه هم خیلی زیاد بودن چون اینا همه همون پرکت تاقوب رو که کمک به ارتش رو در امنیت شهر و شهرستان ها انجام میدونن. بله نجتن ایشون از این اتضافی هم مصفر سمر و خیر بودن. بله این صداتون رو اگه میشه باز یه دیده دیگه بزنین برمتون برم هنوز یه مقداری این صدا نظامی بود از بین رفتی تو اندازه حالا درست نه قربان تاش صدای شما همیشه خوشتنین خوش آهنگ و به قول معروف اصالت همیشه درش بوده و خواهد بود. خواهش میکنم. نه از این نظر نمیگم جناب بیت الله ما دستگاه هامون یه مقداری گاه گداری به ما خیانت میکنن ولی صدامون ایراد نداره. دستگاهش کرده از آدم خیانت بله از شبه خدمت شما که سوالی که از من کردن چون من از قبلش اینو گذاشتم که دوستان سوال کنن یکی از سوالات مهم این بود که شما در صورت پیروزی قیام چه قصدی برای حکومت پسا جمهوری اسلامی داشتید؟ قصد چی بود؟ چی رو میخواستید؟ چه چیزی رو میخواستید به وجود بیارید؟ ببینید مسئله که بود آقای دکتر بختیار رو در واقع ما انتخاب کردیم برای اجدگدیر یا قیام نوام به دلیل اینکه آقای دکتر بختیار آخرین نخست وزیر بود و استیفا هم نداد ایلاتی باش حتی خمینی با بشون استیفا بده بعد بیاد منو ببینه که به هیچ وجه من استیفا نمیدم من رأی ما هم ملت گرفتم نمیدونم رأی ملت رو بشون بدم این صحبت بختیار بود. آقای بختیار نکات خیلی خوبی رو در همون 37 روزی که نخست وزیر بودن گذاشتن با توجه به شرایط اون روز مملکت و روز شاد باشه که باز خودش احساس مسئولیت میخواد نسبت به ایران بودن که بیاد چنین مسئله رو قبول میکنه این در واقع به صورت میومد و دولت موقت رو تشکیل میدادن. این دولت موقت قرار نبود که دولت نظامی ها باشه مثل آرژانتین و امثال هم قرار بود دولت سیویل روی کار بیاد مسائل رو پیش ببره. پادشاه ایران پادشاه فقید ایران زنده بود هرچند در بستر بیماری بود تکلیف ما روشن بود ما در واقع دستوری ازشون نگرفته بودیم که چه کنیم چه نکنیم ولی خود به خود این دستور بکنیم در قالب ما وجود داشت. میگم کاشی در اون زمانی که چنین اتفاق میفتاد به جای فرمانهان پلانبازی ارتش که رفتن به اعلام همبستگی کردن ماها رو در واقع در قرار داده بودن که میگفتیم به هیچ وجه با ملایان و آخوندها نمیشه اعلام همبستگی کرد. ما اعلام همبستگی رو به ملت میکنیم نه به شخص یا خمینی امسال. نتیجتا ما در درجات نبودیم که رو تصمیم بتونیم بگیریم متاسفانه و فکر میکنم این نکته بسیار کمتر میبینید نظامی مثل سال محققی که بخواد اینجوری به مسار برخورد بکنه اون طوری برخورد میکرد که مثل دید یک افسر جوان امروزی که ما بودیم که من گفته 28-29 سال بیشتر نبود بکنیم برصورا اینو میخوام بگم که واقعیتش همینه. من به نظرم به طور کلی خیلی مسائل پیرامون این جریان هست که میشه باش گفتگو کرد میشه صحبت کرد. گفتم خدمتتون منم سعی کردم تا اونجا که هست بنویسم و نوشتم گذاشتم منتها جناب اینقدر افراد درش وجود دارن که امروز زنده هستن که من اگر اشاره به شغل امروز بکنم یا مسیری که ما رفتیم مشخص میشه که چی بوده اونجا هرچندم صد تا اسم مستعار انتخاب بکنم باز رو میشه و دوست دارم چنین کار رو انجام بدم در چه مشروعاتی باشه تا به روزش یک روز بالاخره ما مدیون میگیم کنیم در طبق ملت که همه چی رو روی کاغذ بریزیم و تقدیمشون نه و اون روز هم زود خواهد آمد
دیگه به قول معروف کار اینا تمومه، فقط مونده که این جنازه متعفن رو کی دفن کنن. ولی یه نکته خیلی جالبی رو فهم من نتیجه گیری کنم از این پاسخ شما، پس نهایتاً قصد بر این بود که یک دولت گذاری تشکیل بشه با نخست وزیری که در آن روز هنوز نخست وزیر قانونی ایران محسوب میشد و پس از اون پادشاه ایران رو که محمد رضا شاه فقید رو که زنده بودن در قید حیات بودن رو به ایران بازگردونیم و برگردونیم ایران رو به راهی که داشت میرفت و متاسفانه به دلیل یه وطن فروشی عظیم از خط خارج شده بود. درست میگم؟ بله بله، چون میگم این مسئله رو خیلی میان این رو هم روش جمهوری اسلامی دست گذاشته، این رو هم دورش حاشیه ایجاد کرده، برای همینه که میبخشی من رو سوال میکنم و مرتب دوباره جواب شما رو خودم تکرار میکنم. مطلب دیگری که از من سوال کردن این بود که آیا سران قیام، قیامگران به گونه‌ای به شکلی با سفارت‌های خارجی با کشورهای خارجی در به قول معروف در جریان بودن و از اینها کمک مالی گرفتن یا خیر؟ ما در زمانی که در واقع تا جریان قبل از شب قبل از اینکه حرکت انجام بشه هیچ گونه تماسی با هیچ کشور خارجی نداشتیم، هیچ گونه تماس با کشور خارجی داریم چون خواهد سیدیه سفارت خانه ما نیازی پول داشتیم، ما با انتخاب خودمون بقو داشتیم، بقو میگرفتیم و خود داشتیم، خرج نداشتیم، ما خرج ما بقو میکنم ممکن بود خرج هم داشتن برای جاهای مختلف، برای کسانی که کارهای انجام میدادن در بخشهای مختلف در تهران در شهرستان ها چند تا پول نمیخواستم بکنم، یعنی پول زیادی نمیخواست که بخواست رجوع کنه به کشور خارجی برای پول. اون موقع هر چه سرچی داشتم سرمایه شد جمهوری اسلامی قبضه میکرد میخوردم، حاضر بودم هر چی دلیل به کمک بکنم، نه نیازی به این مسئله نبود. یعنی حرکت حرکت کلن 100% ملی ایرانی خالص 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 بود. نه واقعا میگم میبخشین من رو این سوال ها، خب پاسخش برای خود من روشنه، منتها دو دلیل داره این سوال ها رو میپرسم. یکی این که جوانان امروز ما روشنشن، دوم این که جواب یاوه های 35 ساله رژیم داده شده باشه. اگه اجازه بدین الان یه فیلم کوتاه میذارم، باز از تیمسار محققی هست، در مورد روز عملیات دارن صحبت میکنن، بشنویم با هم برگردیم تا من از شما سوال کنم. حتی یه ماشین پاسدارا یه ماشین دیگری گرفته بودن داشتن بازرسی بدنی میکردن از اون امنیت یا چراغ سبزی که قرار بود به ما داده بشه هیچ اثری نبود. یکی از افسرهای ما بود تو ماشین بود همون که اسم آوردم نعمتی گفت بریم مستقیم و رفتیم جلو 10 کیلومتر رفتیم جلو یه پمپ بنزین بود دم پمپ بنزین برگشتیم آوردیم. بله خب این گفتار تیمسار محققی هست. شما حالا برای ما تعریف کنی که اون روز چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ من آخرین جلسه که در تهران بودم فکر کنم یک هفته قبل از حرکت روز ره بود، میدن ساعتش رو این چیز رو روز ره که تیمسار محققی هم در جلسه بودن، افرادی از سران نیروی زمینی هم بودن. این طرح به این صورت بود که در واقع بخش های نیروی زمینی پایگاه رو تسخیر کنند، بعد به کمک داخلی ها که افراد پایگاه بودن مراکز در واقع 9 تا هدف داشتیم در خود پایگاه، مثل استخونه، ذخایر بنزین، مرمیات، چون دونم جاهای مختلف به طور کلی، دژمانی، ستاد، از این صورت ها، مقصد کامپوست که در به در به مثل گاف صندوق داشت و فقط از درون باز می شود، درون باز نمی شود، دوربین داشت بود، می زیر زمین بود بسیار کلی و اونجا خود کافی بود، از نظر برق نیازی به بیرون نداشت، آذوقه همه چی، اونجا در واقع اتاق جنگ بود، اتاق پرماندهی بود به طور کلی در زمانه مختلف. در نتیجه کامپوست خیلی مهم بود، تکنه هایی که اونجا بود به تمام
پایگاه ها به تمام وزارتخونه های بزرگ در واقع خط مستقیم داشت و میتونست سریعا صحبت بکنه، در نتیجه همه هم میتونست بکنه. عملیات رو تیمسار محققی به پختی میگرفتن، عملیات رو هوای ایشون در آخرین جلسه که هفته قبلش داشتیم به نویزه میگفت، گفت شما پایگاه رو به من بدید، من ایران رو به شما تحویل میدم. این آخر صحبتش. بعد که بیا از هم جلا شدیم و رفتیم و منتظر بودیم شب، ما در پایگاه دو تا خانه داشتیم تحلیل کرده بود. من خدمت رو عرض کنم، شش ماه بود که همسر و فرزندم رو به پیش پدر مادرش رو فرستاده بودم که در جریان رفت آمد من از چیزی خبردار نباشند و خود به خود اونها رو پاشون وسط نکشم بهتون کنیم. نچتن یکی از خانه های در واقع که تجمع مرکز تجمع بود، چون موقعی که بچه هایی که دوستان که از تهران می آمدن این موقعی پیوستن خب می رفتن مستقیم عملیات و میبوسی که می آمد دنبال بچه خونه خونه رو سفر کنه، در دو تا مرکز تجمع باشیم و از اونجا در اون خونه چون بیرن به قسمت عملیات پایه بود. از قبل هم دستور دادیم به افراد مختلف که آزوغمون در واقع نون خورما جمع کنن، اگر درگیر شدیم درگیر رزمی پیش آمد بتوانیم آزوغه داشته باشیم و خودمون دفاع کنیم. همونطور که گفتم از طرف من در واقع دست من بود و خب خیلی از سهاره که پس از شورش دو رفته بود یا از اونجا برداشت بودن یا باشیم جمعاری کردیم و دوستانی که در رده های مختلف بودن من همه یکی یکی کنی که پنج دارم که خشاب ها دو چیز دو خشاب همچنین به کمر خودم نگرشته بود. نجاتاً ما آزوغه رو از خود پایگاه تهیه نمی کردیم که یه رفت میگن خورما کم شده یا نون کم شده یه روز زیاد شده، در نشه از بیرون هر کسی که آمد دوستان مقداری برای خود باهم با خودش بیام چیز آزوغه به این صورت که خراب باشه و بتونه مجلس کنه. ما منتظر این بودیم که شب هنگام موقع که دوستان از تهران میرسن دستمال گردن هایی که پرچم ایران به شیر و خورشید مزین شده بود بیارن، چون شبیه سازیش اون شب واسه هر کسی ساده نبود، خیلی مشکل بود، در نتیجه میتونستیم خودی رو از غیر خودی تشخیص بدیم کسی وارد ما نباشه، چه هر کس مرمیات زیر کار میکردن گوهرین یا دژداران از این دستور استفاده میکردن. من حدود ساعت 9 شب بود به تلفن خودم زنگ زده شد، دیگه آماده بودم، لباسم کشیده بودیم، البته لباس شخصی جیم زیر لباس پرواز پوشیده بودیم که اگه پرواز کردیم یا پروازمون مجبور شدیم به ترک هواپیما شدیم پایین میام دیگه لباس نظامی رو بنازیم کنار، لباس شخصی رو شیم بچینیم در واقع آزادانه حرکت کنیم یا اختفا انجام بدیم یا خود رو پنهان کنیم. بعد منتظر بودیم که دوستان از تهران وارد بشن، یه گروه راهنما فرستاده بودیم بیرون که تعدادشون 24 نفر بود، برای دو تا هدف 12 هدف خدمت عرض کردم، 9 تاش هدف پایی بود که حتما باید گرفته میشد و 3 تا دیگه هم هدف های توجیهی بودن که اونها هم پس از اون باید شد. گروه راهنما تمرین کرده بود که هر دسته رو از در پایگاه تا هدفی که بهش مربوط میشه برای چقدر طول میشه که نزدیکترین راه رو انتخاب کنه، این روز زمینی که میاد اینها گیج و مفقود نمیشه و بس راست به نسواق حدر نجن نیروی که در واقع راهنما بود از پایگاه خارج شده بود، اون رو تلفن دستی نبود جناب حرکشی بشه و همونگی صحبت کرد و این چیزا بینا همش اون روی کاغذ آمده بود صحبت شده بود باشون که روی ساعت به روی ساعت حرکت بکنن کار اونجوری خارج شده بودن که خب مسلمان طبیعتاً نتونستن بیان به پایگاه با باش دارن بیان بیان پایگاه نخون پایگاه در اشکاله، بلکه سرایی پایگاه که از جاده همدان به طرف کبوترهایی می اومد یک قهوه خانه اونجا بود که در واقع پاسداران و کمیته ها اومده بود اونجا رو گرفته بودن، مثلا اونجا خیلی شلوغ بوده. شادروان سروان سلیمانی که اونجا افسر نگهبان پست فرماندهی بود چون باید در باز میکرد برای عملیات من زنگ زد گفت میتونی برای ما یک پرواز انجام بدی؟ گفتم 100%. فهمیدم یک اتفاق افتاده، میخواد به من
صحبت کنه ولی نمیتونه. اونا شروع رفتن پست فرماندهی، دیدم تو تعداد حزب الله و این چیزا اونجا هستن، اون گفتم چه خبر شده اینجا چه اینا، گفت میتونی پرواز کنی، گفتم آره چه نه اینو خوشحال میشه پرواز کنم، گفت نه یک از دوستان گفت نه نمیخواد بچه ها هستن پرواز کردن و بلند شدن اطراف وایبا بگردن اینا، گفتم میشه شده گفت شلوغ شده مثل که صحبت از کودتا هایی میره میکنه این چیزا اینا، میخواست منو چیز کنه که در واقع به من بگه که خبرهای شده احتمال قوی دو رفته. در نتیجه من برگشتم به مرکز تجمع، گفتم دوستان لطف کنید برید منزلاتون و آماده باش باشید در منزل خودتون، و پیام رو فرستادم واسه اون مرکز تجمع دیگر که اونا همه این کار رو بکنن تا در صورت بعدی که بخواد بکنن. در نتیجه ما دیگه نخوابیدیم تا صبح، که در صبح هم بود پنج شنبه بیارمه که رفتم به عملیات، چون باید رو میرفتم بتونم کار کنیم اون بوده، خدمت نیمی روزه بود پنجشنبه خواب از اون خدمت نیمی روزه رفتم به پایگاه، و اون موقع دیگه کارم در عملیات بود، رئیس تکنیک وقت پایگاه بودم، نتیجتاً به سرگوش آب بدم که چه خبر شده و این سمینا، به فکر این جریان افتادم. من خودم بعد شبش هم شب پنجشنبه شب پرواز داشتم، پرواز گشت داشتم در منطقه پیرانشهر تا ایلام، در واقع مسیر من بود که پرواز کنم. نتیجتاً خیلی راحت میتونستم به عراق برم یا به هیچ وقت آرزوی رفتم به عراق نداشتم، مگر اینکه پیروزی از نصیبم بشه، یا به ترکیه که بکسیت من هم خیلی اصرار میکرد که حتما این کار رو بکنیم، گفتم نه من کاری بکردم که دیگران به اینجا آمدن و پا در این عرصه گذاشتن، تا از اونا خبر نمیشم نمیتونم کاری بکنم. مثلا اگر بتونم یک نفر رو هم نجات دادم، یک نفر رو هم نجات دادم. به طور کلی گفتش که برگردیم ممکنه توی رمپ اعدامت کنم، گفتم خب بالاخره اعدام خواهم کرد، حالا چه رمپ باشه یا هر جا باشه بذاریم میشه کسی که در جریان بود خودش میخواد فرار کنه. حتی امیدوارم که اینو هم بر خود ستایی من نکنه، این هم بر همیت قسمتی بکنه که همیشه ارزشی رو برای دیگران بیش از خودم قائل بودم که در کاری که در واقع بودن. نتیجه برگشتم، اتفاقی نیفتاد، گزارش کارم باید به کاموپوس میرفتم مینوشتم که رفتم اونجا، پم به پایگاه هم سرهنگ گلچین اونجا بود و گفته که اتفاقات افتاده در تهران مثل قرار کجا بشه، اینو گرفتن اونو گرفتن، حتی اسامی را میگفته که داخل اینا هم نبودن. ما خودمون رو بیخبره زدیم، گفتم حالا چه باید بکنیم، شما خبر داری که خانواده ما اینجا نیست زندگی نمی کنن؟ گفت میدونم و ما هم قرارگاه هم یکم وقتی هم پرواز داشت، خیلی سرم شروع واقعا یه استراحتی یه کاری نام بفرمان مادر من دق میکنه فلان رو بره، گفت میتونیم 24 ساعته بری برگردی، گفتم من اون مسلمه دو مرخصی 24 ساعته برای من بشه دیگه، من آمده من دیگه هیچ وقت برای من شانس رو بردم هرچی بود این بود چه کنش کنم، آمدم رو باز نگشتم و از فردا دیگه بگیر و ببند شروع شده بود که دیگه من اونجا نبودم، و پس از اون من رفتم در قسمتی در ایران پنهان شدم حدود 5-6 ماه، و پس از اون از طریق راه پاکستان خارج شدم و به سازمان پیوستم در پاریس، به اسپانیا رفتم و بعد آمدم به ترکیه، در ترکیه در پایگاهی که در ترکیه داشتیم اونجا خدمت کردم نسبت به مسائل داخل ایران. بعد از اونجا من رو به پاکستان رو فرستادن که مدت 14 ماه در پاکستان بودم، بعد به دبی رفتم، پایگاه دبی رو بازنشایی کردیم اونجا، و این کارهایی بود که اطراف مرز ایران انجام میدادیم. و خب ما حرکت هایی میتوانستیم انجام بدیم، منتها کشور ما در جنگ خارجی درگیر بود و این غیر انصافی بود که ما بخواییم مزید بر علت بشیم و کمک دشمن خارجی بکنیم که بخواییم به کشورمون حمله کنیم یا بخواییم تو اون موقعیت آسیب به کشورم وارد بشیم. نتیجتاً این مسئله جنگ هم 8 سال طول کشید و اقداماتی که پس درست 3 ماه بعد از لو رفتن این قیام در واقع جنگ شروع شد، در واقع یک حالت خسته کننده ایجاد کرد و تا اندازه نیروی تحریر رفت و در نتیجه گذشتیم و
از اون به بعدش من به آمریکا آمدم. سال 1983 به آمریکا آمدم و تا امروز هم در خدمت جمهوری به فعالیتی که در واقع پاش پیمان بستیم به دوستانمون همچنان دارم ادامه میدم. خواهش میکنم ازتون خدمت از مصوبان، افتخار من و باقی ایرانی ها هستید، این رو میدونم که میگم. دو سوال کوتاه اگه اجازه بدید ازتون میپرسم و که هم نه وقت شما رو گرفته باشم بیشتر از این و به قول معروف بتونم برنامه رو سر وقتش تموم کنم. اما ازتون قبل از این دو سوال میخوام تمنا کنم محبت کنید، قول بدید که در برنامه دیگری هم در مورد مطلب شرکت کنیم، بیشتر راجع به جزئیات اگر صلاح دونستید صحبت. من در خدمتون هستم تا اونجایی که در واقع امنیت دیگران اجازه بده. من در همه جور همکاری در خدمتون میکنم. هر موقع بفرمایید من در خدمت شما و ملت ایران هستم. سپاس دارم، خواهش میکنم ازتون. اگر میشه محبت کنید بفرمایید که از نیروی زمینی کدوم واحدها قرار بود در روز 18 تیر در گرفتن رادیو تلویزیون و خود پایگاه شاهرخی اینا عمل کنه؟ ببینید، رادیو تلویزیون برای ما جنبه بسیار بسیار حساسی رو داشت. هم ما می‌خواستیم از تلویزیون استفاده بکنیم، هم اینکه اگر مثلا نمی‌توانستیم اون رو تسخیر کنیم علیه ما دشمن بزرگ محسوب می‌شد. در نتیجه ما دو تا راه داشتیم. در درجه اول حتما باید تسخیر بشه، دو اگه نشود آنتن ماهواره‌ایشو در واقع قطع کنیم که بعد بشه در واقع اون رو درستش کرد، خیلی سریع بشه درستش. بیشتر نیروی گارد و بازمانده از ساواک بودن که در این جریان بوده برای گرفتن اونجا. حتی منازل رو هم رفتونن کرایه کرده بودن، دور هم زندگی میکردن که نزدیک به اون جریان باشن. اون برای خیابون چطوری بتونه خیابون جامعه جمع این برش در واقع سکنا گرفته بودن، هم نزدیکی وار به جماران بود هم به این وقت در واقع. نتیجه تن گارد نیروهای گارد بودن و بازمانده از نیروهایی که در سواک بودن به صورت ضربتی. این در مورد رادیو تلویزیون بود و برای ما جنبه بسیار بسیار مهمی داشت. در جمعه هیچ وقت نمیخواستیم رادیو تلویزیون رو بمبارانش بکنیم، چون خود ما میخواستیم استفاده بکنیم. ضمن اینکه ما به حدود 48 ساعت برنامه از قبل تهیه کرده بودیم برای زمانی که در واقع قیام در صورت میگیره و پیروز میشه این برنامه رو برای مردم پخش کنیم و بینش هم اخبار راجع به قیام رو به مردم بگیم، چون هیچ کس اجازه خروج از خونش نداشت تا 48 ساعت. برای این 48 ساعت ما در نظر گرفته بودیم بیمارستان سیار که وجود داشته باشه، که هر کسی در واقع حالت اضطراری و براش پیش میاد بتونه از اون بیمارستان سیار استفاده کنه. آذوقه سیار، پوشکای سیار بود که در واقع آذوقه به مردم میداد. یه همه رسد به چیزایی که داشت دیگه. این مسائل رو در نظر بگیرید که کسی شوخی نداشته، کسی از خونش بیرون نیاد. این نبود که جریان شورش بیان سر تفنگ سرباز کل بگذارن. ما از اون سربازای نبودیم که سر تفنگ ما کل بگذارن. درود به شما، درود به شما. سوال دیگری که هست در مورد، چون در مورد رادیو تلویزیون که بسته خود ما هم همون خودتون بهتر اطلاع دارید در جریان گرفتن رادیو تلویزیون بود و اینها رفتن از شب قبلش در منزل جامسرای نور در اونجا جایگزین شدن و صبح که به قول معروف اون سیگنال لازم نرسید اینا متفرق شدن. اما یه اتفاق اینجا افتاد و موقعی که رژیم چنین چیزی رو پیدا کرد و متوجه شد، آمد شهریار نور پسر 16 ساله جناب سرای نور رو دستگیر کرد. بله. اون گونم که فیلماش هست اعدام کرد. این چه اتفاقی اونجا افتاد؟ یعنی چگونه باید رژیمی باشه که بیاد اولا پسر رو به جای پدر بگیره، دوما بچه زیر سن قانونی 16 ساله رو بدون هیچ دلیلی اعدام کنه؟ چرا نمیده؟ برای جانسور تازگی نداره این کار، با همه همین کار کرد. یک حکومت قاصب،
یک حکومت بیخبر از همه جا، یک حکومت غیر ایرانی، یک حکومت خلافتی و خلیفه‌ای، بیشتر از این سه داشت همین. فقط اینو اینجا مطرح کردم که کاملا درسته بگید، کاملا درسته بگید. در طول تاریخ 1400 ساله ایران که این خلفا آمدن همین رفتار به ایرانی کردن، این تجدید تاریخ خود بچه بود. این ماییم که در واقع به عنوان ایرانی باید از این برتری نجات بده کنیم. این خلافت و خلافت بازی رو بذاریم کنار، به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم. ما یک زمان بر دنیا حکومت رو کردیم، ما اولین کشور ملت مردم رو درست کردیم، این در تاریخ مونده. ما از اون نژادیم، ما از اون نسلیم، بیام به خودمون بیام. عرض خدمتون که میدونم خب شما هم پیشکسوتید، هم قهرمان قیام هستید، هم از کسانی هستید که در تمام طول این سالها با خوبی و بدی و سختی و سادگی ساختید و این مبارزه رها نکردید. و میدونم که بسیاری از ارتشیان ایران خب برصورت با شما تماس دارن، شما با اونا تماس دارید و این گونه هم غیر از این هم نباید باشه. من هم به نوبه خودم هستن دوستانی که در نیروهای مختلف امروز خدمت میکنن و حالا اعتماد دارن، سلام میرسونن، سلام به شما رسوندن، عرض ادب و ارادت کردن و خواستن که پیامی براشون بدید. امروز شما پیامتون به عنوان کسی که در روز نیاز ایستاد، زندگی خودش و خانوادهش رو به خطر انداخت، بدون هیچ گونه پشتوانه خارجی، بدون هیچ گونه به قول من پولی که از جایی برسه، امروز شما پیامتون برای این ارتشیان جوان چی هست؟ اولی که من درود دارم خدمتشون. ما همه از همون قماشیم، فرقی نمی کنه. دیگران در واقع کاشتند و ما خوردیم، ما میکنیم دیگران هیچ طبیعیه. من فکر کنم اون چی که بر یک ارتش مسئولیت داره در درجه دفاع از نیاخاک مملکتش، در پشتیبانی از مردم، این بزرگترین مأموریت یک نظام. مردم رو رها نکنید، پشت مردم رو داشته باشید. از درجات چه میدونم دو روزه، سه روزه یا این مقامات واهی خودتون رهایی کنید، ارزشی نداره. در دل مردم بودن ارزش بسیار بسیار بالاتره که انسان بتونه اون مأموریتی که بهش واگذار شده طبق قانون، طبق قانون طبیعت، نه طبق قانون اساسی هر چیز جمهوری اسلامی، که نیاخاک ما میگه ما در دست ارتش ازش حمایت کنه، از مردم حمایت کنن. این ارتش در دل ملت جا داره، مورد توجه مردم، منفور نیست. این ارتش که من میشناسم با افتخار با لباس با اتوبوس سوار میشه، به مترو سوار میشه، جاشون بهشون میدن. ولی یک سپاهی با لباس شخصی باید بگرده بره به پادگان لباسش عوض کنه، در پادگان که میبینه این خیلی تفاوت داره. این ارزش رو بهش احترام بگذارید، این ارزشی که ملت به شما داده و شما هم به حق باید از این ملت حمایت بکنید و خود رو نگه دارید. پیروزی نزدیک است دوستان، پیروزی نزدیک است. درودی دارم بهتون، سپاس دارم، به من منت گذاشتید، وقتتون رو گذاشتید، تشریف آوردید و میدونم که این برنامه بازدید بسیار زیادی خواهد داشت. واقعا من از شما سپاسگزارم. عرض ارادت به تمام بینندگان دارم، دوستانی که در شستن و آمدن و دارن گوش میدن. خیلی خوشحال میشم سوالاتی براشون مطرح نشده یا جایی براشون کور مونده از شما سوال کنم یا به فیس خودم برن پیام بذارن. من به هر صورت در خدمت شما هستم، هر موقع که بگم در خدمت این قیام هستم. ما با این قیام شروع کردیم و این قیام رو به سرانجام کار خواهیم رسوند. عزیز من هستی جناب بیت اللهی، به عنوان یک فرد کوچک از خانواده قیام شاهرخی و به عنوان یک ایرانی باز هم سپاس دارم از شما، سر تعظیم دارم برای اینکه روزی که نیاز بود برای همه ما ایستادی. اگر اجازه بدی من به قول معروف چی میگن الان گفتگو رو با شما پایان میبرم، بعد یه 5 دقیقه هم دمید برنامه صحبت میکنم و دیگه ختمش میکنیم. یک دنیا باز ازتون ممنونم. شب روز شما خوش. سپاس، قربان شما، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، عزیزان من در خبر بیم، شنیدید آنگونه که باید همه چیز رو شنیدید و من فکر نمی کنم که از این واضح تر، بارزتر و زیباتر می توان مطلب رو بیان کرد. این عزیزان در روزی که ما نیاز داشتیم به خاطر ما از همه چیزشون گذشتن، ایستادن و می خواستن که با گذشتن از جان خودشون، خانوادهشون، فداکاری که کردن ایران رو که آن روز و حتی امروز مثل قطاری از خط خارج شده بود دوباره به خط بازگردونن و شاهنشاه فقید رو به کشور بازگردونن. و متاسفانه همیشه هستند کسانی که خیانت میکنن، لو میدن، حالا به هر صورت، و این که متاسفانه این قیام پیروز نشد. اما اگر پیروز شده بود مسلم میدونم که امروز اینجا که ایستادیم نایستاده بودیم. دوستتون دارم، سپاس دارم از اینکه وقت گذاشتید، به این برنامه توجه کردید. قیام شاهرخی همیشه مسئله شخصی بوده برای من. همیشه افتخار داشتم که از اعضای خانواده قیام شاهرخی باشم. برای همین هم از شما تک تک عزیزانم با کمال به قول معروف خضوع تمنا می کنم این ویدیو رو، نه به خاطر حرفای من، به خاطر مسائلی که جناب بیت الله عنوان کردن و شاید خیلی کمتر مسائل عنوان شده، این رو به انتشار بگذارید تا جوانان ما بدانند که در راه وطن باید از جان گذشت. این خیلی مطلبه. نسل جناب بیت الله این کار رو کرد، نسل ما این کار رو کرد موقعی که جنگ ایران و عراق در گرفت، و امروز هم مسئله این هست که شاید باید به ایرانی به جایی برسه که احساس کنه وطن ایران و ملت ایران از منافع شخصی خودش، از راحتی خودش، از آسایش خودش و یا شاید در برخی از اوقات از اون امنیت لحظه‌ای که داره مهمتره. باز هم سپاس دارم ازتون که پای این برنامه نشستید. دوستتون دارم. طبق معمول همیشگی، ایرانی 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 ایرانی، به خدا، به خدا که خود خدایی. با سپاس از همه شما.